من از دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم. انقلاب ایران را پایان یافته. ما در جریان تبلیغات زهراگین رهبران خائن مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تمام قشرهای ملت دور از هر گونه تبعیض ناروا. یکی از محلهایی که این نماز برگزار شد کاخ معروف و مشهور نیاوران. شما هم کمک کنید این خائنها را از خود دور کنید. شکم. راهپیمایی روز قدس در تهران به اجتماع عظیم روزداران در دانشگاه تهران ختم می شود. من از دانشگاه تهران با شما صحبت می کنم. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که با پیام امام خمینی به عنوان روز قدس مشخص گردید، صدها هزار نفر از هممیهنان مسلمان و مبارز ما در صحن دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف گرد آمدند تا بار دیگر همبستگی و اتحاد خود را نشان بدهند و روز قدس را گرامی بدارند. قبل از خطبه های نماز جمعه، مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر و حجت الاسلام سید علی خامنه ای عضو شورای انقلاب سخنرانی می کنند. نشانه قدرت دیگری از خداوند همین اجتماع عظیم و اتحاد و قیام ملل مسلمان است و تجلیل و تشکیل چنین روزی به نام روز قدس. و امروز اسرائیل فقط با فلسطین روبرو نیست و حملاتی که میکنه، مخصوصا حملات وحشیانه مستمری که مدتی است به لبنان و در جنوب لبنان میکند و برادران شیعه ما بی خانمان و گرفتار شدند و شهید و قربانی این حملات هستند، اونها این به دنبال خواهد داشت. و از طرف دیگر خود را درگیر با یک جنگ طولانی و جنگ طاقت فرسا کرده است که آیندهش برای او وحشتناکتر و برندتر و قاطعتر خواهد. زمستان فلسطین نوروز باید گردد. مراسم امروز با این پیام همراه است که خواهر و برادر فلسطینی، دست برادری و اخوت اسلامی تو را با نیروی اتحاد می فشاریم. باشد که فردا در قدس، سرزمین پیامبران، همه با هم در یک صف نماز جمعه پیروزی را برگزار نماییم. همکنون جناب آقای خامنه ای سخنرانی دارند. انتخاب و اعلام روز قدس از سوی رهبر عزیز انقلاب اسلامی ایران نشان دهنده گستردگی و وسعت دامنه انقلاب ماست. نشان دهنده آن است که انقلاب اسلامی ایران در درون مرزهای ایران زندانی نمی شود. نشانه آن است که آرمان مردم انقلابی و مبارز ایران آزادی همه ملت‌های تحت ستم، مخصوصاً ملت‌های مسلمان در منطقه خاورمیانه است. ما دست پلید امپریالیسم امریکا را در همه فاجعه آفرینی‌هایی که در این نقطه جهان انجام می‌گیرد به وضوح می‌بینیم. امروز ملت ما مسئله قدس را نیز مانند مسئله خود یک مسئله اساسی، حیاتی، اسلامی و برخواسته از متن وظیفه الهی خود می‌داند. رزمندگانی که انقلاب ایران را با نیروی اراده خود، با اتحاد و یک پارچگی خود تا به اینجا رسوندید و بزرگترین دژ امپریالیسم را در این منطقه نابود و منهدم کردید. امروز دشمن همچنان در قبال ما، در برابر ما با همون تجهیزات قرار گرفته است. انقلاب ایران را پایان یافته تلقی نکنیم.
آیت الله طالقانی امام جمعه تهران نیز روز قدس را آغاز روند تضعیف و نابودی اسرائیل توصیف می کند. به دستور و ابتکار و سعه نظر رهبری ما و دولت ما این مسئله از ایران انقلابی شروع شد که روزی به نام روز قدس نه در سطح کشور، در سطح تمام کشورهای اسلامی و همه مسلمانهای مسئول و متعهد روز همبستگی، روزی است که ما مسلمانان ایران با صدای بلند و بدون مانع دعوت مظلومین فلسطین و قدس از دست رفته را اجابت میکنیم. فریاد فلسطینی ها بلند است، لبنانی ها بلند است، مسلمان ها فدا بلند است. ما را از این خونخوار و از این وحشی به اسم صهیونیست نجات بدهید. امام جمعه تهران با وجود سعه صدر فراوان و برخورد توأم با مسامحه و گذشت با گروه ها از فتنه انگیزی آنها و درگیری های سیاسی به خشم آمده است. آیت الله طالقانی که خطر ناآرامی ها و درگیری ها را کاملا احساس می کند، همچون امام خمینی به فتنه‌گران هشدار می دهد و مردم را به مقابله تمام عیار با هر آنچه انقلاب را تضعیف کند فرا می خواند. برادران، خواهران، ملت ایران، امروز ما در برابر انواع فتنه ها قرار گرفتیم. عناوین مختلف، شعارهای مختلف هر روز از یک گوشه‌ای آتش افروزان و ابالهب‌ها آتش می‌افروزند و هر روز مزاحمتی ایجاد می‌کنند و بدون هیچ منطقی و هیچ دلیلی و هیچ درخواست روشنی و هیچ مطلب واضحی با کمال بیشرمی و وحشیانه دست به برادرکشی می زنند. خاموش کردن این فتنه ها، از میان بردن فتنه جوها به دست شما برادران و خواهران مسلمان است که در این مرحله تاریخی مسئولیت بزرگی و عهده دارید و مهمتر مراقبت از فتنه‌هایی است که هر روز در هر گوشه‌ای آتش آن مشتعل می‌شود. به نام چپ، به نام راست، به اسماء دیگر و بدون منطق جز وحشیگری، جز کشتار. ای عاملین دست اجنبی و صهیونیست و امپریالیست، ای از خود بی خود شده ها، ای کور و کرها، ای کسانی که تبع الله علی قلوبهم نه مصلحت خود را میبینید نه آینده خود را. خداوند شدید العقاب است، عقابی که از وجدان ها و از قلوب این مردم رنج دیده، شهید داده، محروم خواهد شعله ور شد. بیست و هفت مرداد امام خمینی در پیام مهمی خواستار شکستن محاصره پاوه می شود. دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می کنم که اگر با توپ و تانک و قوای مجهز تا 24 ساعت دیگر به سوی پاوه حرکت نشود و ضد انقلاب به طور کامل قلع و قمع نگردد، من همه را مسئول می دانم. من به عنوان رئیس ستاد ارتش دستور می دهم که فوراً با تجهیز کامل عازم منطقه شود. سپاه پاسداران و نیروهای مردمی و ارتش از هر سوی کشور به سمت پاوه به حرکت در می آیند. ساعات آینده برای دفع فتنه تجزیه طلبی و استقلال و یکپارچگی ایران اهمیت فراوان دارد. برخی مسئولان ارتش تأکید می کنند. ارتش خط ایجاد تفرقه را درک کرده و آن را ناکام می گذارد. برادران کرد ما یکی از اصیل‌ترین نژادهای ایرانی است و یکی از ساده ترین اقوام این منظومه. اینها در جریان تبلیغات زهراگین
رهبران خائن حزب دموکرات قرار گرفتند. اینا میخوان با این تبلیغات نیروهای مدافع مملکت تجزیه بکنند. با پاسدار مخالفیم، ارتش برادر ماست، اما هم ارتش میکشن هم پاسدار میکشن. دیروز به واحد نظامی ما RPG-7 زدند، به سربازخانه RPG-7 تیراندازی کردند، به اردوگاه ما تازه سپارها و بارها بارها و بارها با توپخانه و خون پارنداز تیراندازی کردند و کشته و شهید دادند در داخل شهر. در 2 ماه گذشته کجا ارتش برادر این؟ چراغ جاودان سوز حقیقت تابد و تابد، که تا از ریشه بنیاد سیاهی براندازد. علم نشره لک سطرک، علم نشره لک سطرک، حقیقت مرد توحیدی به نامردان نمی سازد. به پای جان خود ارث شهیدان نمی بازد. علم نشره لکه صدرک، علم نشره لکه صدرک، بیا با نغمه روح خدای بزن چنگی به زنجیر الهی، میان شرق و غرب آتش و خون، اگر همراه خلق بی پناهی. علم نشره لکه صدرک، علم نشره لکه صدرک. 28 مرداد 58، تدوین قانون اساسی که به تعبیری خونبهای هزاران شهید انقلاب به شمار می رود آغاز می شود. نخست وزیر مهدی بازرگان آغاز اجلاس خبرگان منتخب ملت را فصل تازه‌ای در تاریخ حاکمیت مردم بر سرنوشتشان می خواند. به نام خداوند ذوالجلال و بنا به مأموریتی که رهبر عالی قدر انقلاب حضرت امام خمینی در تاریخ 15 بهمن 1357 به دولت موقت تفویض کرده اند، مفتخرم مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را افتتاح نمایم و از این تصادف زمانی همگی خوشحال باشیم که نام و ننگ کودتای 28 مرداد 1332 با خاطره شیرین یکی از گام‌های پیروزی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران زدوده می‌گردد. امام خمینی در پیام چند ماده‌ای مسیر تدوین قانون اساسی را ترسیم می‌کند. قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید 100% بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. رهبر انقلاب کاملا مراقب است قانون اساسی بدون هیچ گونه انحرافی نگاشته و تدوین شود و از هیچ مکتب مادی تأثیر نگیرد. من با کمال تأکید توصیه می کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایلی به مکاتیب غرب یا شرق داشته، یا خدای نخواسته تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشون را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کند، زیرا صلاح و سعادت ملت در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشون هم عقب زده شده و رو به شکست و زوالند. روزنامه‌ها و گروه‌های سیاسی از چند روز مانده به آغاز اجلاس خبرگان مانند قطعات یک زنجیر تلاش هماهنگی را برای فضاسازی و تأثیرگذاری در ذهن علما و دیگر اعضای خبرگان شروع کردند. امام خمینی به اعضای خبرگان توصیه می‌کند از فضاسازی این غرب زده‌ها نترسند.
علمای اسلام حاضر در مجلس، اگر ماده ای از پیشنویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غرب زده نهراسند که اینان خود را شکست خورده می‌بینند و از مناقشات و خردگیری ها دست بردار نیست. مردم همه کاره انقلابند. بنابراین در تدوین قانون اساسی نیز باید نیازهای آنها و حتی نسل آینده آنها کاملا در نظر گرفته شود. این رهنمود مبنایی امام به خبرگان است. حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از هر گونه تبعیض ناروا. ب. پیشبینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است. جیم. صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد. دال. صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی، برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی خالص برمی آیند. در اولین جلسه منتخبان مردم، آیت الله منتظری به ریاست مجلس و آیت الله بهشتی به عنوان نایب رئیس انتخاب می شوند. آیت الله منتظری یک روز بعد به علت ویژگی‌های مدیریتی بهشتی ریاست مجلس را عملاً به او واگذار می‌کند. ۲۹ مرداد 1358 22 روزنامه و مجله ضد انقلاب توقیف می‌شوند. آیت الله آذری قمی، دادستان انقلاب اسلامی تهران، حکم خلع سلاح احزاب و گروه ها را صادر می کند. این گروه ها از جمله مجاهدین و چریک های فدایی از روز سقوط رژیم پهلوی در حال جمع‌آوری و انبار سلاح هستند. ۳۱ مرداد 1358 دستور اخراج خبرنگاران بی بی سی، فاینانشال تایمز و اکسپرس از ایران صادر می شود. مدیر مطبوعات خارجی وزارت ارشاد ملی از مردم، مؤسسات دولتی و غیر دولتی، خصوصاً کمیته ها در سراسر ایران می‌خواهد که در برخورد با خبرنگاران خارجی قبل از هر گونه مصاحبه یا اجازه فیلمبرداری از آنان کارت شناسایی وزارت ارشاد ملی را درخواست کنند. برخی مسئولان وزارت ارشاد معتقدند نوعی ارتباط و تقسیم کار بین مطبوعات داخلی و رسانه‌های خارجی وجود دارد. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله. اولین نماز عید فطر بعد از انقلاب در سراسر کشور اقامه می شود. نماز عید فطر در کاخ نیاوران اما معنا و مزه ای دیگر دارد. امروز در سراسر کشورمون نماز عید فطر برگزار شد. همچنین در تهران در چندین نقطه این شهر بزرگ نماز عید فطر اقامه شد. از جمله در یکی از محل‌هایی که این نماز برگزار شد، کاخ معروف و مشهور نیاوران است. کاخی که معروف به کاخ ظلم و جور و ستم بود، امروز شاهد برپایی نماز پرشکوه عید فطر بود. سال گذشته در این موقع در چنین روزی برای هیچ کسی قابل تصور نبود که
یک سال بعد بتونن نماز عید فطر رو مردم و مبارز کشورمون در این کاخ اقامه کنن. آزادی به عنوان دستاورد آشکار و زودرس انقلاب این روزها با برداشت‌های متفاوت و متضاد روبروست. امام و اصحاب امام این آزادی را در چارچوب جمهوری اسلامی منتخب ملت و منافع مردم و کشور معنی می‌کنند. اما گروه‌هایی وجود دارند که برداشت‌های غربی یا کمونیستی از آزادی را مبنای اقدامات خود قرار دادند. امام در عید فطر هشداری جدی می‌دهد: ما هر چه خواستیم هدایت کنیم این قشرهای فاسد را، هر چه مهلت دادیم که هدایت بشوند، هر چه مهلت دادیم که به خود بیایند، هر چه مهلت دادیم که به مصالح کشور نظر کنند، هرچه آزادی دادیم که آزادی را برای ملت وسیله رشد ملت قرار بدهند، آزادی قلم دادیم، آزادی بیان دادیم، آزادی اجتماعات دادیم، آزادی احزاب دادیم، که اینها اگر درست میگن که برای ملت کار میکنند و دموکرات هستند، حکومت مردم بر مردم میخواهند، اگر اینها حکومت مردم بر مردم میخواهند، چرا نمیگذارند مردم سرنوشت خودشون را تعیین کنند؟ چرا با خرابکاری ها نمیخواهند مردم حکومت خودشون را تعیین کنند؟ چرا با قائل آفرین ها، آفرینی ها نمیگذارند که ملت قانون اساسی خودش را به دست خبرگان خودش تعیین کند؟ اوضاع کردستان تعریفی ندارد و اذهان عمومی هموطنان کرد تحت فشار تبلیغات گروه های تجزیه طلب قرار دارد. امام اما با اطمینان به مردم کردستان به آنها خاطر نشان می کند. حکومت و مسئولان نوکر و خادم همه اقوام کشور هستند و قومیت ها نیز باید هوشیار باشند. ما خادم برادران کردستانی هستیم و خادم برادران بلوچستانی و سیستانی و همه طبقات. ما میخواییم شما را نجات بدیم از دست این خائنها. شما هم کمک کنید، این خائنها را از خود دور کنید، سران اینا را بگیرید، تحویل بدهید. اینها به اسلام عقیده ندارند، اینها با قرآن مخالفند. اگر از قرآن به قرآن اعتقاد دارند، قرآن فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. چرا از اولی الامر اطاعت نمی کنند؟ چرا قیام بر ضد حکومت کردند؟ چرا قیام بر ضد اولی الامر کردند؟